اریک زمور سیاستمدار فرانسوی و نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری آینده این کشور یک بار دیگر با موضع‌گیری جنجالی علیه اسلام جنجال آفرین شد و خشم مسلمانان این کشور را برانگیخت تا شاید بتواند از این طریق برای خود هوادار جمع‌آوری کند. وی در مصاحبه ای گفت: من نمیخواهم صدای مؤذن در فرانسه بشنوم و اگر رئیس جمهور شوم این کار را خواهم کرد. سراسر فرانسه باید کلیسا باشد و من ساخت مساجد بزرگ را رد میکنم. او سپتامبر 2021 گفته بود که کودکان مهاجر دزد، قاتل و متجاوز به عنف هستند. همه آنها همین هستند. ما باید آنها را بازگردانیم. اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری 2022 فرانسه 10 آوریل 2022 برگزار می شود. در خبر دیگر درباره مسلمانان فرانسه، خانم الیزابت مورنو وزیر برابری جنسیتی فرانسه در مصاحبه ای از زنان فوتبالیست مسلمانی که دنبال لغو ممنوعیت پوشیدن روسری در زمین هستند حمایت کرد و گفت: من می خواهم به قانون احترام گذاشته شود. قانون می گوید این زنان جوان می توانند روسری به سر و با حجاب فوتبال بازی کنند. امروز در زمین های فوتبال حجاب ممنوع نیست. بر اساس قوانین وضع شده توسط فدراسیون فوتبال فرانسه، اکنون بازیکنانی که در مسابقات رقابتی شرکت می کنند از پوشیدن نمادهای مذهبی آشکار مانند روسری مسلمانان منع می شوند. یک گروه زنان موسوم به لس حجاب سس نوامبر 2021 با این ادعا که این قوانین تبعیض‌آمیز بوده و حق آنها برای انجام احکام دینشان را نقض کرده چالشی قانونی علیه این قوانین راه اندازی کرد. در حالی که تقریبا 2 ماه به انتخابات ریاست جمهوری فرانسه مانده، موضوع حجاب در کشوری که شکلی سختگیرانه از سکولاریسم را حفظ می کند به محل بحث تبدیل شده است. قوانین سکولار فرانسه آزادی دینی را برای همه شهروندان تضمین می کند و هیچ قانونی درباره ممنوعیت استفاده از نمادهای مذهبی در مکانهای عمومی به استثنای پوشش‌های تمام صورت که در سال 2010 غیر قانونی اعلام شد وجود ندارد.